سلام، آرزو هستم، اسمکری آرزو. امروز هم رسیدم خدمت شما بزرگواران، خانم آقایون گل، خانم آقایون بزرگواری که بنده رو همراهی میکنین، فالها رو ملاحظه میکنین، مثل همیشه سپاسگزار و قدردان محبت های شما نازنینان هستم. خصوصا دوستانی که جدیدن به جمعمون پیوستین، خیر مقدم میگم خدمتتون. اما امروز رسیدم خدمتتون برای پاسخگویی به نیت های شما. امیدوارم که جواب نیتتون رو حداقل تعدادی از دوستان بگیریم. فقط یه نکته رو بگم قبل از اینکه بخوایم شروع بکنیم، چون داری برمیگردونی و یه قهوه کامل رو دارم براتون فارش رو میگیرم، یعنی برای پاسخگویی، ممکنه در مورد یه موضوع چند بار بهش اشاره بشه، پس هر شخصی تفسیر و تعبیر رو برای خودش بگیره. انشالله که فقط هم اتفاقای خوب براتون تعبیر بشه و اتفاقای خوب براتون بیفته و جواب نیتتون هم بگیریم. و اینکه آیا گرفتین جواب نیتتون رو گرفتین یا خیر رو، اگه مایل بودین به صورت کامنت بر من پیام بگذارید. خب بفرمایید، نیت کنید. بسم الله، انشالله که پاسخ نیتتون رو با قهوه میگیریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. اول از همه به آرامش رسیدن رو دارم براتون ببینم. مالی، ببینید دور تا دارتون روشن لم دادین در آرامش. انشالله دوستانی که نیت مالی دارین و میخواید ببینید که آیا پولی به دستتون میرسه گری و مشکلات مالیتون حل میشه، شما برای تعدادی از دوستان دارم میبینم که به آرامش مالی میرسین انشالله به زودی. و تعدادی از دوستانی هم که تو تنهایی هستی و میخوای ببینی آیا از این تنهایی خودتون، البته نمیخواین رنج نمیبرین، برگ روشن دارم براتون میدم، یعنی در حالت تنهایی هستیم، بیشتر فکر میکنم آقایون باید باشن، آقایون روی صحبتم با آقایون بزرگواره، دوستان هستن که احساس تنهایی میکنی، تنهایی اذیت کننده براتون نیست، ولی خب دوست دارین که از این تنهایی بیاین بیرون. میخوام ببینم آیا از این تنهایی میایین بیرون. دارم ببینم که از این تنهایی خلاصی رو دارم براتون میدم، یعنی به زودی شخص به دل زندگیتون ورود میکنه. حالا این خانمی که داره به زندگیتون میاد، خودش هم یه آدم تنهاییه، خودش هم از نظر احساسی فوق العاده آدم با محبت با احساسیه، شخصی که داره به دل زندگیتون ورود میکنه، دوستی زندگی مشترک. خب برای تعدادی از دوستان دارم میبینم پیرامون یه راه دادگاهی قانونی، حالا آقا یا خانمی که ماسک زده یا شخصی که میخواد شناسایی نشه یا حالا داره یواشکی بر علیه کسی میخواد کاری رو داره انجام میده قانونی، مثل یه شکایت، مثل یک حالا همچین مشکل اینطوری اگر داشته باشی، دارم براتون میبینم که هرچه که هست حکم منفی روی شخصیه که داره براتون مثل حالت باهاتون دشمنی داره یا داره بر علیهتون یواشکی کاری رو انجام میده، ماسک به دهن زده، مهر کدری که روی سر اون شخص دارم میبینم، یعنی برخلاف شما یا بر علیه شما یا به ضرر شما میخواد کاری رو انجام بده، ولی یواشکی حکم به ضرر خودش تمام میشه و مهری که بالای سرش کدر دارم میبینم، پس شما خیالتون راحت بشه. خب تعداد دوستان پیرامون یه حرکتی انجام دادین، حالا حرکت میتونه حرکت کاری باشه، مالی باشه، تحصیلی باشه، آموزشی باشه، هر چه که هست قدمی که برداشتین براتون دارم میگم به نتیجه دلخواهتون میرسین و خبرش به زودی به گوشتون میرسه که به موفقیت رسیدین. عدد 3 بهم داده و خیلی هم دور از دسته نیست، پس تا 3 وعده نزدیک مثل حد اکثر 3 روز تا 3 هفته آینده انشالله که خبر خوشی به گوشتون میرسه یا پیرامون یک مسیر و راهی که براتون نتیجهش مثبت خواهد بود. حالا تا وعده 3 انشالله که به تا 3 ماه آینده نکشه، خبر موفقیت آمیزش رو میشنوید. خب حواستون رو جمع بکنیم. برای تعداد از دوستان خانومی رو دارم ببینم، تو رجوع تک تک خانم آقایون بزرگ و ولی فقط چهره که دارم ببینم و میگم خانومی که داره به زندگیتون ورود میکنه، ببینی شخصی که به ظاهر خیلی مثبت و روشن دارم ببینمش، خودش مشکل نداره، ولی شخصی یا آقایی که پشت سرش بوده یا گذشته ایشون هستن، ولی همچنان با این آقا دارم در ارتباط دارم میبینمش، شاید این ارتباطی که با شخص قبلش، یعنی دوستی قبلی، شخص حالا شریک زندگی قبلیش، شخصی که بوده رو هنوز پشت سرش داره. ببینید سیاه سیاه نمیبینم، هنوز باهاش در ارتباطه و ببینید بینیشو ببینید، کسی که داره به دل زندگی شما ورود میکنه، آقایی که مثبت و روشن دارین ازش استقبال میکنی، خیلی دارین خوش آمد بهش میگه، یعنی دوست داری یک دوستی یا یک زندگی مشترکی میخواد شکل بگیره. برای خانمی که نه از گذشتش دست نمیکشه،
دوستی که با شخص قبلیش داشته یا همسر گذشتش. حالا بنابرای هر دلیلی این قضیه رو از شما پنهان داره میکنه. پنهانکاری که دارم ببینم. ولی پنهانکاری که در حالت خفا نمیمونه. روشن، روشن، راه روشن. یعنی مسیر روشن میشه. مشخص میشه که ایشون با قبلی، شخص احساسی قبلیش، شریک زندگی قبلیش دوست بوده. میگم یه دوستی یک زندگی مشترک. دوستانی که پیرامون یک مهر و جدایی اقدام کردیم و منتظر هستین برای فرزندتون پاسخ تو جدایی، ببینین حکمی که صادر میشه برای فرزند. دوستانی که میخوام بگم بچه شما تعلق میگیره، آخه من دارم فرزند و مهر و کنار این فرزند میبینم و صورت فرزند رو بسیار روشن خندون دارم ببینم. پس برای فرزند که اقدام کردین، انشالله که فرزند نصیب شما میشه، به سمت شما کشش پیدا میکنی، یا حکم برای اینکه فرزند پیش شما بمونه صادر خواهد شد. ما بریم برای ادامه کار. پاسختونه انشالله که بگیریم. چقدر پوشش؟ خب اب نداره، همین تصاویر رو الان براتون قشنگ تفسیر میکنم. اولا یه دیدار ملاقات دارم براتون میگم. یه دیدار ملاقات احساسی پیرامون یک مهره که برگشت چپه شده، برعکس دارم ببینم. دو نفری که رابطه‌تون با هم کات شده بوده یا دو نفری که زندگیتون از هم پاشیده بوده، دوباره دارین با هم دیگه رابطه‌تون رو شکل میدین. ببینید یه رابطه‌ای که کات شده بوده چپه، یه مهر برعکس دارم ببینم. یه ارتباطی که قطع شده بوده دوباره داره شکل میگیره، یا یک زندگی مشترک از هم پاشیده بوده، دوباره دارین به سمت هم دیگه، مثل رجوع کردن دوباره دارین به سمت هم دیگه برمیگردین. بازم میگم روی صحبتم با تعدادی از دوستان هستش که تمایل دارن به این که به هم میرسن دوباره برگشت به همسر اولو دارن یا نه، براشون بله رو دارم میبینم و یه صورت یه روباه دارم میبینم. شخص حیله‌گری که ازتون داره فاصله میگیره یا داره قدری از خودشو میکشه کنار، داره از ترکتون میکنه. هر کس که از شخص فریبکاری حیله‌گریه، ببینی آقا یا خانمی رو که دارم براشون میبینم، حالا چه شراکتی با هم دیگه داشتین که یکی از طرفینتون حیله‌گر مکار بوده، یه قصد فریب و آزارتون رو داشته توی شرکت کاری یا یک رابطه دوستی، یک زندگی مشترک دیگه تو همین در همین حد دارم ببینم. راهی که براتون دارم ببینم، یکی از طرفین رو حیله‌گر یا مکار دارم ببینم. به زودی متوجه ترفند، حیله، فریبکارانه یا براتون چه نقشه‌ای کشیده بوده که باهاتون ورود کرده، باهاتون یه شرکتی رو بندازه یا باهاتون دوستی یا زندگی مشترک رو شکل بده، متوجه میشی و از زندگیتون بیرون میکنی، حذفش میکنی. اما احساسات دوستان رو ببینیم. خب برای تعدادتون دارم احساس میبینم، ولی احساس رو باید بگم یک طرفه دارم میبینم. ممکنه تعدادی از دوستان به شخصی تمایل یا کشش داری، ولی شخص مقابلتون یا خبر نداره یا نسبت به این موضوع داری بی‌توجهی میکنه. به هر حال یک رابطه احساسی یک طرف رو برای تعدادی دوستان دیدم. خودتون ملاحظه بکنید متوجه میشید شخص رو دارم ببینم. به خواست آقای جوان، به خواست آقای سندار که روی سرش احاطه داره یا حرفش برش داره، مثل پدر و پسر یا برادر بزرگتر شخصی، آقای جوان خوش‌قد و قامتی هم دارم ببینم، کسی که یه گذشته احساسی عاطفی هم ممکنه داشته باشه، ولی به حرف پدر یا برادر بزرگش براش اهمیت داره، اولویت داره یا حرف شنوی از ایشون داره، به خواست ایشون دایره زندگی شما رو ترک کنه. میتونه این مهری که دارم میبینم شاید به خاطر این باشه که ببینیم یه مهر سیاه یه مهر سفید، شاید میخواسته که یه انگشتر ببین نیمه نگین نصفه، یکی از طرفین نامزدی به هم خورده یا عقد یا ازدواج به هم خورده داشته. آقایی که به حرف شنوی از ایشون داریم کنه، حالا ممکنه ایشون گذشته دار نباشه، شخصی که میخواسته باشه ارتباط رو برقرار کنه یا شخصی که میخواسته باش دوستی داشته باشه یا ازدواج بکنه، ممکنه ایشون انگشتر شکسته، نامزدی یا عقد به هم خورده داشته باشه یا ازدواج به هم خورده داشته یا بیوه یا مطلقه باشه. به هر حال به خاطر حرف شنوی بزرگترش دارن بهتون پشت میکنه. پس علت پشت کردنش رو حرف شنوی از یک آقا دارم ببینم که داره به شما پشت میکنه. اما توی یه رابطه دارم براتون ببینم، دیدار و ملاقاتی که بینتون قرار میگیرید احساسی، خانمی رو دارم ببینم مثبت روشن، یه خانمی از زندگی شما میره بیرون، چهره خانمی که چشمای حالا مثل آهویی دارم ببینم و موهای روشن، و یه خانم دیگه که ببینیم خانمی که مثبت و روشن احساسی بهش حساری به زندگیتون ورود میکنه، خانمی برای میتونه آقایی و ماشه یک رابطه دوستی زندگی مشترک
میخواییم ببینیم آیا زنتون جدا بشین، از همسرتون جدا بشین، شخص احساسیتون به زندگیتون پا میذاره؟ بله، ورود میکنه، مثبت و روشن. احتمالا ایشون گذشته دار هستن، بیوه یا مطلقه، اما هر شخصیتی هستن مادر هستن که به دل زندگیتون ورود میکنه. ممکن از گذشتهش فرزندی داشته باشه، حالا یا در کنارش هست یا اینکه با خودش همراهی نمیکنه، بچه با خودش نمیاره، ولی فرزند داره، ممکنه مادر باشن ایشون. دوستانی که میخواییم به یه موفقیت برسیم، موفقیتی که دارین سخت براش تلاش میکنین، دارم براتون پیروزی و موفقیت دارم ببینم، برای یک چیز به یک چیزی اساسی و درست و حسابی میخواییم دست پیدا کنین، دارین البته که دارین دست به هر چیزی میزنین، یعنی چنگ انداختن، تلاشتون رو دارین میکنین، تمام زحماتی که باید بکشین دارین میکشین که به اون هدفی که دارین برسین، حالا کاری، مالی، احساسی، هر جا که هست تلاشی که ببینید تا اونجایی که میتونی خودتون رو داریم میکشیم، بلند میکنیم، چنگ میندازیم به اون دست پیدا کنی، به اون چیز، به اون موفقیت. و این موفقیت رو براتون دارم میبینم، دست یافتنیه، نگران نباشید. به زودی خبر خوش مالی براتون دارم میبینم، کبوتری که حامل خبر خوش مالی هستش، مشکل داریم، راه براتون بسته شده، پیرامون مسائل مالی یه استخونی که براتون افتاد، یعنی الان تو مزیقه مالی هستین، راه براتون بسته است، قدم میخواین بردارین، حرکتی میخواین بکنین، چیزی میخواین بخرین، هر آنچه هست الان تو یک وضعیتی مثل بحرانی یا مزیقه قرار گرفتین، پولی به دستتون میرسه که شما رو از این وضعیت ناراحت کننده یا تو مزیقه مالی نجاتتون میده. سوای از این پولی که بهتون میرسه، برای تعدادی از دوستانی که دارم میبینم به خاطر مشکلات مالی عشق می‌ریزین، ولی عشقتون ببینی حالت کوزه برعکس، خانم‌ها رو دارم صحبت می‌کنم، این قسمت روی صحبتم با خانم‌ها هستش، خانم‌هایی که تو مزیقه مالی هستین و به خاطر اینکه تو تنگنای مالی هستین، مشکلات فراوانی هم پیرامونتون دارم براتون میدم، احساس می‌کنه از هر دو طرف راه براتون بسته است، ولی مالی به دستتون میرسه، اما این مال به واسطه شخصی به دستتون میرسه، شخصی که به زندگیتون ورود می‌کنه، شخصی که حمایتگر شما خواهد شد، یعنی یک رابطه یا یک محرمیتی شکل میگیره که ایشو از نظر احساسی و مالی شما رو مورد حمایت قرار میده، یا شخصی که کمک حالتون میخواد بشه، شاید احساسی نیست، شخصی که میخواد قدم بذاره براتون، یه قدم خیرخواهانه انجام بده، کاری رو بهتون پیشنهاد میکنه، در ازای کاری که میکنی پولی دریافت بکنی. به هر حال آقا یا خانی، شخصی، آقایی که به زندگیتون ورود میکنه، حالا یا خیرخواهانه میخواد کاری رو براتون انجام بده و شما رو از این مشکل مالی رهایی بده، یا اینکه نه، میبینه که از همه راه‌ها به سمتتون بسته است، میاد میشه سایه سرتون رو کنارتون و از نظر احساسی شما رو مورد حمایت مالی قرار میده. خب از این طرف شما تماشا بکنید، منتظر باشین، چون دارم براتون یک دیدار و ملاقات دارم ببینم، خانمی که خیلی مشتاق هستی دیدار و ملاقات با یه آقایی انجام بدی، آقایی که خواستگار یا خواهان شما هستش، آقایی که داره به زندگیت ورود میکنه علارغم مخالفت‌های خانم که بهش وصله، مثل مادر یا خواهری که بهش وصله، نمیذاره ورود کنه، بینتون مشکل انداخته یا بینتون حتی داره فاصله میفته یا سردی داره بینتون میفته، بهتون خبر رو بدم. اگه نیتتون این هستش که آیا ایشون به زندگیتون ورود میکنه، بله دارم میبینم، هم شما کدر، هم ایشون ناراحت از این وضعیت، ولی پشت میکنه به هم، به حال خانم یا مادر یا خواهر بزرگش و ورود میکنه، شما رو میخواد، شما رو دوست داره، حالا ممکنه یه مقطعی بینشون شکراب بشه، پشت کردن به هم را دارم میگم، یه حرف شوی نمی کنه، ممکنه بین حالا پسر و مادر، پسر و خواهر یه بگو مگویی هم بشه، یه بینشون کاتی و قهری هم به وجود بیاد، ولی مقطعیه، مادر روشن یا خواهر روشن برمیگرده، همی آقا به سمتتون میاد و ازدواجی که سر میگیره یا محرمیت که شکل میگیره، هم ارتباط این خانم و آقا با هم دوباره جفت میشه، دوباره با هم دیگه صلح و صفا و آشتی دارن براشون میبینن. خب پیرامون یک مهر، مهری که براتون خورده میشه، اما برای جداییتون، نیتتون اگر جدایی هست دارم براتون میبینم، مهری که براتون خورده میشه، قلب کدر و شکسته رو دارم میبینم برای تعدادی از دوستان که میخوان پیگیر جداییشون هستن، قلبشون شکسته است یا قلبشون به درد آورده، شخص احساسیشون، این مهر براتون خورده میشه، حتی از قبل این مهر پولی هم به دستتون میرسه، مشکل مالیتون حل میشه. خب دوستانی که
توی مثلث عشقی قرار گرفتین، یعنی رابطه احساسی که یکی از طرفین متعهل یا هر دو طرف متعهل هستین بینتون در یک رابطه شکل گرفتین، باید بهتون بگم حواستون جمع بکنید. یکی از طرفینی که الان بین با هم دیگه رابطه داری داره بهتون یک چیزایی رو نمیگه یا باهاتون خیلی رو راست نیست، یک چیزایی رو داره ازتون پنهان میکنه. قدر هوشیارانه عمل کنین و حواستون نسبت به ارتباطتون جمع بکنین. ببینین ریسک بزرگی دارین میکنین، پس مواظب باشین. یه سری مخفی‌کاری ها میوسط دارم میبینم، پس مواظب باشین، چون برملا شدن یک چیزهایی که پنهانی هست و یکی از طرفین داره یک سری مسائل رو پنهان داره میکنه برملا میشه و شما به این ریسک بزرگی میکنین. مواظب باشین که این خیانت یا این حالا اسمش رو هر چی که داره میذارین برملا نشه، چون من دارم همچون چیزی رو براتون میبینم. انشالله که اتفاقات منفیش هستم براتون رو نخواهد داد. خب و اما اینجا دوستانی که پیرامون سقف کاریتون اقدام کردین، حالا یا چشم انتظار هستین برای یک سقف کاری اقدام کردین، خانمی آقایونی که منتظر زنگ تماس خبر هستین برای کاری، زنگولهی که دارن براتون به صدا در میاد، خبری که بالاخره به گوشتون میرسه بر پیرامون سقف کاری، اما سقف کاری که دارم براتون میگم شاید از نظر مالی آنچنان که دلتون میخواد رضایت قلبی پولی مالی شما رو برآورده نکنه، ولی شما داری به این سمت کشش پیدا میکنی، میرین وارد اون بازار کار میشین، اول راه هم شاید از نظر مالی براتون اونطور که باید شاید نیاز مالی شما رو برآورده نکنه، اما بهتون این خبر رو میدم ورود بکنی، وارد اون بازار کار بشین، چون شاید نیمه راهو دارم منفی دارم ببینم. ببینید زنگوله نیمش که داره و از نظر مالی هم باش با اون قضیه شاید مشکل داشته باشین، نیمه دیگه راهو دارم براتون روشن میدم، یعنی خودتون رو نشون بدین میافتین رو قلتک و از نظر حقوق و مزایا براتون افزایش پول و مالو دارم میبینم، پس ورود کنی به اون بازار کار. دوستانی که شخصی داره به زندگیتون ورود میکنه، حالا البته که ورود نمیکنه، شخص دوستانی که نیتتون برای مهاجرت پرواز و رفتن هستش، پرندهی که کدر دارم ببینم رفتنتون مشکل داره، درد سر داره، یعنی پروازتون به تنهایی انجام نمیشه، شخصیتی که داره کمکتون هست، یک نفر میاد پشت شما میسته پروازی که شکل میگیره، با حمایت یک شخصیتی یا کسی یا فردی، وکیل، بزرگتر، شخص قدرتمند، کسی که برش داره، کسی که پول داره، قدرت داره، اعتبار داره، هر چی که آشنا داره، هر چی که هست، شخصی که روشن مثبت ورود میکنه به زندگی شما یا با از ایشون کمک میگیری، پرواز کدر شما یعنی مهاجرت، پرواز، سفری که راهش بسته بوده یا بنا به هر دلیلی انجام شدنی نبوده، شدنی خواهد شد انشاءالله. خب برای تعدادی از دوستان دارم ببینم کسانی که پیرامون یک سقف جا به جایی نیت کردین، سقف روشنی که دارم براتون ببینم، ولی این سقفی که دارم براتون ببینم سقفی برای جابجایی هست، ولی از یه خونه ای که دارین میرین بیرون برای ببینید انگشتر و خانمی که خیلی خوشحال و روشن روی سر یک سقف قرار میگیره، یک از دست گل به دست، یعنی یک ازدواج بسیار روشن و زیبا و موفق، و وقتی هم که میرین خونه رو به نیت ازدواج درک میکنید، یعنی میرین خونه بختتون. پس دوستانی که نیتتون ازدواج هست، براتون دارم ازدواج موفق رو دارم میبینم، و با شخصی که ازدواج میکنی شما رو از نظر مالی هم تامین میکنی، یعنی شخصی که دستش به دهنش میرسه و دیگه دغدغه مالی نخواهید داشت. حالا خانم هایی که قصد ازدواج دارید، خب یه خوششانسی هم دارم برای افرادی میبینم، برای دوستانی که تو نام یا نام خانوادگی تو حرف دال و حرف هی جیمی داره، هی جیمی و حرف دال، هر چه هستش یه خوششانسی براتون دارم ببینم. پیرامون یک مهر یا چیزی رو خرید و فروشی میخواین انجام بدین یا ازدواجی میخواین بکنین، هر آنچه هست مهر روشنی که دارم براتون ببینم، پس مطمئنن این اتفاق قشنگ و مثبت براتون رو خواهد داد. برای افرادی که تو نام یا نام خانوادگیتون محمد نام دارین، براتون دارم ببینم از طرف شخص یک خبر بسیار خوش به گوشتون میرسه که شما رو خوشحال میکنه، حالا این شخص هر کسی میتونه باشه که شما چشم انتظار خبر از طرفش هستی. محمد نام خوش شانسی دارم برات ببینم. خب
آقایون یا خانم‌هایی که می‌خواید توی یک مسیر قدم برداریم ولی این پا اون پا داری می‌کنین، شک دارین، تردید دارین، مردد هستین، کاری رو انجام بدین یا انجام ندین، شک و تردید دارم براتون ببینم. هر چه که هستش، پایی که بالاخره جلو گذاشته خواهد شد، پس به نفعتونه از این تردید بیای بیرون، پای مثبت و روشنی که براتون دارم ببینم و گامی هم که دارین می‌زنین براتون نتیجه مثبت و موفقیت‌آمیز داره. پیرامون سقف کاری برای تعدادی از دوستان دارم ببینم. یه پیشنهاد کاری براتون، کسی پا میذاره قدم براتون برمیداره یا کسی بهتون یه پیشنهادی میده، شخصیتی که براتون پیشنهاد بهتون میده مثبت و روشنه، یا میشناسینش، آقا یا خانمی که بهتون پیشنهادو میده، ولی شما بابت این کار باید سفر بکنین، راهی رو باید طی کنین. حالا این میتونه راه کاری که بسیار هم براتون نتیجه داره، یا بود مسافت خونتون تو محیط کارتونه، داره میگه از یه نقطه به یه نقطه طولانی باید حرکت بیاریم، مثل مسیر خونتون تو محیط کارتون زمان بره، طولانیه، یا ممکنه به خاطر این کار، چون کار با ارزش و سخت روشنیه که دارم براتون میبینم، هرچه هست روشن راه و مسیری که به روشنی و به خوبی خواهید رفت، تو دل این روشنی ماهی که براتون دارم میبینم، یعنی پول نهفته است، پول داره، مال خوبی رو نصیبتون میکنه، دارم براتون میبینم، ممکنه از یه نقطه به یه نقطه، یا از یه شهر به شهر، یا حتی ممکنه راهی کشور دیگه بشین برای کاری که توش ثمره و پول خوبی داره. خب برای تعدادی از دوستان دارم میبینم، پایی که براتون به دل زندگیتون گذاشته میشه، اگر منتظر هستین تو یک جلسه و یک قرار رسمی ممکنه قرار بگیرین و اینکه دل واپسین، آیا این قراری که دارین میذارین، حالا قرار کاری، قرار ازدواج، یک جلسه رسمی رو صحبت میکنم، میخواین ببینین توی قرار کار خرید و فروش ملک میخواین انجام بدین، یک معامله میخواین انجام بدین، خواستگاری میخواین برین، نمیدونم هر چیزی که بابتش به صورت خیلی رسمی باید حاضر بشین، یک جلسه ای که خیلی رسمی خواهد بود براتون، شخصی توی راهتون دارم میبینم یه خلل ممکنه به وجود بیاد، ولی شخصی که براتون پا میذاره و مشکل رو حل میکنه، علارغمی که شخصی هم داره باهاتون براتون داره دردسر درست میکنه، یا شخصی که نمیخواد این قرار یا این ملاقات یا هر قراری که گذاشته شده و به صورت خیلی هم رسمی هستش شکل بگیره، داره پشتتون داره انگار سنگ میندازه، یا داره براتون داره جلوی راهتون رو میخواد سد بکنه، ولی شخصی که رو در روی شخص قرار میگیره، اون شخصی که مقابل شما قرار میگیره، آدم بسیار مثبت و روشنیه، نمیذاره خللتون قرار به وجود بیاد، قرار بسته میشه، قرارداد بسته میشه، معامله، خواستگاری، خرید و فروش شکل میگیره با وجود موانع و مشکلات. دوستانی که پیرامون راه دادگاهی قانونی، کسی رو در بند دارین یا کسی توی زیر یک سقفی اسیره یا گرفتاره یا حکمی که برای صادر شده الان مجبورش کرده، ببینید روش کدری افتاده، زیر یک سقف کدری که الان پاگیر شده، مثل اینکه در بند باشه یا تو اسیری هستش، یا حالا میتونه حکم باشه، ببینید حکمی که بالای سرتون دارم ببینم، یه حکم منفی بر علیهتون صادر شده، داری بغلش هفت موفقیت، یعنی ممکنه یه تایمی دوستانی الان در بند باشن که انشالله همه دوستان عزیزانی که در بند هستن به زودی رهایی و خلاصی رو براشون برای تک تکشون از خداوند میخواییم، اما دارم میبرم ممکنه یه تایمی توی این محدودیت بمونی، مجبور باشی، حالا بنا به دلایلی مجبور بشین زیر اون سقف رو تحمل بکنی، ولی بالاخره دارم براتون موفقیت میارم. این بالاخره که دارم میگم، نه اینکه بعد از 10 سال و بعد از 20 سال صحبت نمی کنم، اما بعد یه تایم خیلی کوتاه ببینید حکمی که میره سر بالا، یعنی انگار یه تایمی مقطعی شما میری مجبور میشین توی زیر یک سقفی در بند بمونی، ولی حکمی که به نفعتون صادر خواهد شد بعد از یک تایم خیلی کوتاه، زمان خیلی کوتاه، و شما میایین بیرون، آزادی و رهایی رو برای این دوستان دارم میبینم. حالا مشکل پولی دارین، مشکل مالی دارین، نمیتونین بیاین بیرون، نمیتونین سندی بذارین بیاین بیرون، یا اصلا کلا مشکلتون مالیه، برای به هر دلیلی هست که پولی هم واسه دخیل، یعنی هزینه هم باید بکنید تا رها بشین. خب ریشه دار شدن رو برای تعدادی از دوستان دارم میبینم، خیلی غمگین و ناراحت هستین. خانم و آقایی رو دارم میبینم که پیرامون ریشه دار هم فرزند دار شدن غمگین و ناراحت هستین، شاید راههایی رو هم طی کردین برای بارداری و نتیجه نگرفتین، اما یک راهی رو تصمیم دارین برین، راهی که براتون ببینین قلب راه روشن و ریشه دار شدنتون رو دارم میبینم، اما این باری که قدم میذارین توی این مسیر راه بهتون انشالله که جواب بده اگه نیتتون فرزند دار شدن هستش.
انشالله. خب یک ازدواج قشنگ و زیبا رو دارم براتون ببینم، دیدار و ملاقات احساسی که به زودی شکل میگیره، ازدواج و موفقیت و میز هر دو گذشته دار هستی، دوستانی که هر دو گذشته دار هستی براتون دیدار و ملاقات دارم ببینم، یا تازه با هم آشنا میشین خواستگاری ازدواج، یا هر دو گذشته دار هستین روبروی هم افراد مثبت و روشنی که هر دو از گذشتهتون خیر ندیدین، حالا ازدواجی که دارین انجام میدین ازدواج بسیار موفق و روشنی رو براتون دارم میبینم، خوشبخت و عاقبت بخیر بشه. خب خانمی که هیپ از نظر مالی، خانم های نازنی، خروسی که روی سرتون کدر دارم میبینم، از نظر اوضاع احوال کاری مالیتون به کسادی خوردین، سر کارتون مشکلی به وجود اومده، از کارتون بیکار شدین، یا تو موقعیت کاری مالی بدی قرار دارین، یا رزق و روزیتون کارتون، این خروس بیشتر جنبه کسب و کارتون یا رونق کارتون رو داره بهتون نشون میده، از نظر کاری الان یه قدری به هم ریخته هستی، ولی چشتون داره برنامه زنه و لبتون داره میخنده، پس دوستانی که تو موقعیت خانم ها از نظر مالی کاری موقعیت کاری مالیتون به هم ریختگی داره، دارم براتون خوشحالی میبینم و انشالله که کسب و کارتون به زودی رونق میگیره یا ورود به بازار کار هستش، به هر حال رونق کار رو میبینم. خب برای تعدادی از دوستانی که ببینید، شخصی که بهتون پشت کرده، دوستانی که یه رابطه کات شده یا قهری یا جدایی یا کات شده، رابطه کات شده داری، خانمی که الان غمگین دستت رو صورتت گذاشته و غمگین دارم میبینم، ناراحتی، خانمی که مهر روی سرت خورده، خانمی که گذشته دار هستی، یه رابطه کات شده داری و الان شخصی که باهاش ارتباط داشتی به شما پشت کرده و رفته به سمت شخص دیگه، میخوای ببینین بر میگردی، ببینین الان دارم این شخص رو دارم کنار همسر و فرزندش دارم میبینم، علت پشت کردن شاید این شاید که نه، این آقا متأهله یا در شرف جدایی داره با همسر و فرزندش صحبت میکنه، داره مهر خورده میشه، آقایی که فعلا در شرف جدایی هستش، در شرف جدایی هست مذارب بخوام و داره جدا میشه و فعلا مقطعی به شما پشت کرده، یعنی اگر ببینید یه تایمی هست و یه تایمی نیست، خانمی که گذشته دار هستی و غمگین و ناراحت از رفتن آقایی و پشت کردن یه نفر هستی، این شخص الان درگیر و گیر جداییش هستش، به محض اینکه وضعیتش همسر و زنش مشخص بشه برمیگرده به سمتت و رابطت دوباره با ایشون شکل. یه قلب خوشگل دارم براتون میگم، خانمی که خوش با یه قلب مهربون و روشن دایره زندگی تو ترک میکنی، خانم های جوان، دوستانی که قصد ازدواج دارین، سقف زندگیتون عوض میشه، خونتون تغییر میکنه، اما یه نکته که دارم ببینم، میرین از این خونه بیرون، قلب ازدواجه، خانمی که راهی میشی میری بیرون، اما این سقف رو دارم لب مرز دارم براتون میگم، ممکنه راهی یک شهر یا یک کشور دیگه بشین و یک ازدواج، حالا یا میرین توی یک کشور دیگه ازدواج میکنین، یا ازدواج میکنین میرین توی یک شهر یا کشور دیگه سکونت میکنین، حالا شاید به سبب کار یا شغل همسر آیندهتون، انشالله هرچه خیره براتون رخ بده. خب دوستانی که درگیر و واگیر مشکل هستین پیرامون یک ملک یا زمین، یکی که دستشو گذاشته روش و تحت هیچ شرایطی راضی نمیشه، برات موافقت نمیکنه، حالا یه نفر یا دو نفر یا چند نفر هستین، ببینید ملکی که زمین، چهار دیواری، خونه‌ای که به چند نفر تعلق داره، یکی که رو سرش نشسته، چند نفرم بهش چشم دارن، ولی یک یا دو نفر هستن که نمیخوان یا نمیذارن یا بنا به هر دلیلی امکان پذیر نیست، راضی نمیشن برای فروش و ملک یا زمین یا خونه یا چهار دیواری، ارث، میراث، هر چه که هست قرار بهتون برسه، ولی دارم براتون روشن ببین، شخص قدرتمندی که روی سر قرار میگیره و پولی که به نصیبتون خواهد شد، حالا یا کارتون به دادگاه میکشه و قانون این مال رو بینتون تقسیم میکنه و بهتون میده، یا یه بزرگتری شخصی میاد بالای سرتون قرار میگیره و حرفی که میزنه رو حرف این دیگه هیچ حرفی نمیزنه و این ملک یا مال تقسیم میشه بین این نفرات و افرادی که باید بینش تقسیم میشه. خب یه رابطه احساسی که داره به زودی تبدیل میشه به یک ازدواج، دو نفری که به هم که حس داری میخوای ببینی آیا این راه احساسیتون به ازدواج منتهی میشه، بله یه راه احساسی که داره به ازدواج منتهی میشه، دوستانی که نیت کردیم ببینی آیا زیر سقفی که با هم مشکل دارین کارتون به جدایی میکشه
ببینید زیر یک صفحه دیدم براتون ببینم، حالا زیر، حالا این جدایی که میگم قرار نیست زیر صفحه خونه باشه، صفحه کاریتون. ببینید چون آقایی رو دارم ناراحت دارم ببینم، زیر یک صفحه یه خنجر براتون افتاده برای آقایون. روی صحبتم با آقایون، شاید این آقا نیست خانم، حالا خانم و آقایون رو میگم ولی بیشتر چهره به نظرم آقا داره میاد. آقایونی که زیر صفحه کاریتون با شخصی مشکل دارین یا مشکل پیدا کردین، یه بحث رو بگو مگو دارم براتون میبینم، یه بحث رو بگو مگو، خنجری که براتون دارم، ولی خودتون ببینید خنجری که روشنه، یعنی ممکنه تو محیط کارتون با شخصی یا افرادی یه بحث رو بگو مگو مشاجره تو زمین کاری مالیتون شکل بگیره، اما نگران نباشید خنجری که دارم براتون روشن میبینم، یعنی شما براتون خلل ایجاد تو محیط کارتون به وجود نمیاد، خلل ایجاد نمیکنه، کارتون لطمه ای به کارتون نمیزنه یا موقعیت کارتون به خطر نمیافته. یه بحث رو بگویید مقوله‌ای که ختمه به خیر میشه انشالله. حالا میتونه هم رمده خانمه بشه هم رمده آقایو. خب دوستانی که پیامون قضیه کاری مالیشون کوزه مال پول مشکل دارین، خانواده، کسایی که خانواده دارین، زن و بچه دارین، مشکل مالی دارین، دارم براتون میبینم، میخواین کسی بهتون داره پیشنهاد میده برای یه سقف دیگه مثل دو شغل شدن، میخواین ببینین آیا این شغل دوم به نفعتونه، بپذیرین، قبول بکنین، براتون دارم موفقیت تیکی که براتون خورده میشه، یعنی شغل دومی که براتون توش خیریت داره، هم نفع داره، درسته بدو بدوی بیشتری بعد بکنین ولی نفع هم براتون دارم میبینم، کار خوبیه، جواب میگیره، انشالله که کار پر رزق و روزی خواهد بود. خب براتون یه رابطه احساسی رو دارم ببینم، شخصی که توی رابطه احساسی داره قدم میذاره، یعنی شخصی به زندگیتون داره پا میذاره، یه رابطه احساسی که به زودی براتون شکل خواهد گرفت. خانم آقایونی که قصه یا ایجاد یک ارتباط یا یک رابطه دوستی با کسی رو دارین، یا حتی اگه فکر میکنین که اصلا من همچون فکر رو نمی کنم یا اصلا قصد و نیت دوستی با کسی ندارم، من به شما اینو میگم که این اتفاق به زودی، یعنی اصلا زمان بهتون نمیدم، ببینید یک به من میگه یه دونه عدد افتاده، کمتر از یک هفته آینده یک رابطه احساسی به زودی بینتون شکل میگیره. خانم آقایونه که قصه ارتباط هم میگین، حتی شاید هم فکر کنی که اصلا امکان پذیر نیست، اصلا دوستم نمیشیم، کمتر از یک وعده، مطمئنم که به یک ماه نخواهد کشید، یک رابطه احساسی به زودی شکل خواهد گرفت. خب برای تعدادی از دوستان که روی قضیه خیلی دارین پافشاری میکنی، دارم ببینم این پافشاری برای ورود به یک صفحه که توش مشکل هست، این پافشاری داره کار دستتون میده. ببینید یا به زور میخواین خودتون رو وارد یک زندگی شخصی بکنید، یا به زور میخواین یک کاری رو مال خودتون بکنید، یا به زور، ببینید هر چه هست از یک راهی که بسته است به زور میخواین ورود بکنید، راهی که نشدنیه، داره بهتون میگه نمیشه، قد بی خودی تلاش نکنید. حالا این منظور من چیه؟ بذارین شفافتر براتون بگم. یه چیز نشدنی رو به زور میخواین شدنی بکنید به واسطه شخصی سیاه کدر، و این راه نشدنیه، دوستی که سر نمیگیره، ازدواجی که سر نمیگیره، شما به زور از هر ترفندی میخواین استفاده کنین و ازدواج سر بگیره، نمیشه، بی خود تلاش نکنین و بی خود توی مسیر قدم بر ندارین، چون یه چیز شدنی نیست، امکان نداره، کار، شغل، هر چه که هست راه بسته است و ورود به این سقف رو نمیبینم براتون. خب دوستانی که میخوای ماشینتون رو عوض کنی و گیر پولی داری و الانم خیلی غمگین دارم میبینمتون، یه جایی مشکل مالی داری برای تعویض ماشینتون یا خرید ماشینتون، پولی به دستتون میرسه، مالی هم که به دستتون میرسه از خویشاوندان یا نزدیکان درجه یکتون حمایت مالی میشین و این وسیله نقلیه رو میخری یا تعویض میکنی، نگران نباشی. برای افرادی که کسالتون آیه زانو مثل آرتروز یا هرچی مرتبط با پا، شاید پاتون مشکل داری یا کسالتتون آیه پا داری، راه دوا و درمان میخوام ببینم جواب میده، خیلی هزینه دارم براتون ببینم، یا هزینه هنگفتی که باید انجام بدین، مضافم بر این که ممکنه یک تایم زیادی توی استراحت باشین، یعنی باید استراحت بکنید برای درمانتون، ولی جوابتون رو میگیرین، نگران نباشه. دوستانی که منتظر خبر هستین، خبری که به زودی به گوشتون میرسه، به نشانه موفقیت دارم براتون میگم، حالا پیروزیتونه، خبر پیروزی که به دستتون میرسه، یا از یک
چشم انتظاری داریم بیرون میایم پیرامون، خبری که خبر رضایت بخشیه، منتظر این خبر هستیم و خبری که داره به شما لایکشو داره میده، نشون داره میده که موفقیت که به سری به دست میارین، خبری که به گوشتون میرسه، خبری که شما چشم انتظار این خبر هستید رو براتون دارم میبینم. خب دوستانی که ببینیم، فهم میکنی خیلی بچانسی، فهم میکنی که دست به هر کاری بزنی نمیشه، فکر میکنی اگر من این کار انجام بدم، برم برای این کار انجام بخوام بدم نمیشنوم، یا من کلن یه آدم بچانس و بد اقبالی هستم. روی صحبتم با این آدم هست، روی صحبتم با این بزرگوارانیه که فکر میکنم براشون همه چیز راه به دست به سمتشون بسته است. ازدواج نمیتونن، کار نمیشه، موفقیت تو هر زمینه نصیبتون نمیشه. بعد بهتون بگم سخت در اشتباهی. پرنده که من دارم براتون ببینم مثل یک شاهینه، شاهین خوششانسیه، بخت، اقبال، کار، هر آنچه شفای بیماره، هر آنچه که برای شما دارم میبینم میگه که شما فکرشو میکنید که نشدنی، خوب نمیشین، میشین. پس براتون دارم شاهین میبینم، پرهای گشوده. پس شما سلامتیتون رو به دست میارید. روی صحبتم با تعداد دوستانه کار پیدا میکنی، اونه که جوه کارن، دوست پیدا میکنی، حالا تو هر زمینه احساسی، ازدواج براتون رخ میده، پس از این وضعیت نه نمیشه، برای من امکان پذیر نیست، بیا بیرون. خب دو تا ازدواج هم دارم براتون میبینم، یا یه مانعی هم براتون توی این ازدواج هست، یکی از طرفین توی مسیر احساسی ازدواج با یک مانع مواجه شده، کسی براش مشکل تراشی کرده، ولی مشکلی که حل میشه به ازدواجی که سر میگیره. یکی از طرفین با درد سر، مشکل، مانع مواجه میشی، یکی از طرفه، ولی حل میشه، نگران نباشید. خب یه جشن و میهمانی هم برای تعداد دوستان دارم ببینم، میهمانی که علارغم اینکه تعدادی دارم باهاتون مخالف خانمی داره با این قضیه مخالفت داره میکنه، ولی میهمانی که سر میگیره به دو وعده نزدیک، به دو روز آینده، تا دو روز آینده، تا به دو هفته نمیکشه، براتون دارم ببینم، به یه میهمانی، میهمانی که خانمی باهاش مخالفت میکرده راضی میشه و این میهمانی رو براتون دارم ببینم، مراسمی که برپا خواهد شد و تو شادی دارم براتون ببینم انشاءالله. اما بیاییم ببینیم دیگه اینجا چه خبره. خب دوستانی که منتظر یه رقم پولی عددی هستین، دو تا پول دارم براتون ببینم. ببینیم پولی که براتون دارم یه عدد 3، یه عدد 7 افتاده، دو تا تعبیر میکنم. یا مبلغ پولتون زیر مجموعه عدد 3 هستش، به 7 وعده آینده به دستتون میرسه، 7 روز آینده صحبت دارم میکنم، نه 7 ماه آینده یا برج هفته اینا اصلا. یا مبلغ پولی به عدد 7 هستش که به 3 وعده آینده و 3 روز آینده خیلی زود به دستتون میرسه. پس دوستانی که منتظر پول هستین، هر چیکار است، عدد یا 3 یا عدد 7، این پول به دستتون خواهد رسید. یا مبلغ پول زیر مجموعه 3 به 7 وعده آینده، تا 7 روز آینده، تا 7 روز آینده، از لحظه‌ای که دارین فالو ملاحظه میکنین تا 7 روز آینده. یا مبلغ پول به عدد 7 و تا 3 روز آینده، از زمانی که پول ملاحظه می‌کنید تا 3 روز آیندهش پول به دستتون خواهد رسید. خب یه پولی هم دارم براتون میگم، برای خانم‌ها داره به دستتون میرسه، از یک حکم دادگاهی، مبلغ پولی که زیر مجموع عدد 6 هستش، یا عدد 6 هم توی این پول هست. حالا یه پولی که شاید توش عدد 6 هم داشته باشه، از یک جدایی پشت داری میکنین، طلاق داری میگیرین، جدا داری میشین، حالا بیوه یا مطلقه، پشت کردن خانمی رو دارم میبینم، مهری که پشت سر گذاشته میشه و مبلغ پولی بعد از 6 به دستتون میرسه، یا زیر مجموع عدد 6. آقایونی که فکر میکنین تو مسیری که قدم برداشتین که دلی و سنگینی یا بستگی کار رو براتون افتاده، بعد دارم برای دوستان میبینم، اگه تو یک رابطه، حالا کاری، شراکتی، تو هر زمینی، شما رو دارم کدر دارم میبینم، ممکنه کسی براتون کاری کرده باشه، یا تو مسیری که قدم برداشتین مسیر منفی بوده. آقایون راهی که کدر دارم، یعنی شما رو کلن سیاه، یا شخصی براتون شما رو سیاه کرده، یا شما تو یک مسیری قدم برداشتین که براتون نتیجه منفی داده، نه نتیجه مثبت. هرچه که هست دارم براتون میبینم، دو نفر با هم یه تبانی کردن، یا دو نفر با هم همدستی کردن، یا شخصی از کسی کمک گرفته، دست دادن به هم دیگه، دو نفر دو تا منفی به هم دست دادن و کلا شما رو کاری کردن که شما راهتون بسته بشه، به در بسته بخوری، یا نتیجه دلخواه نصیبتون نشه. حالا پیرامون کارتون، مالیتون، احساسیتون، زندگیتون، هر چه که هست، دو نفر این وسط دخیل بودن برای
بستن راه شما تو مسیری که شما هستید. خب اگه به امامزاده جایی هر آنچه که شما زیارتگاه شماست، معبد شماست یا هر جای حرمی، جایی که شما بهش براتون قابل احترامه، ببینید متوسل شدن رو دارم براتون میبینم، متوسل شدین، ببینید سرتون رو یه جایی تکیه دادین، ناامیدانه و منتظر هستین که یه اتفاق مثبت و روشنی براتون رخ بده. باید بگم این توسل شدن یا متوسل شدن به هر کسی که شما بهش اعتقاد دارین، گنبد و بارگاه من دارم براتون میبینم، حالا مثل حرم، زیارتگاه، حالا هر جایی که هست، نتیجه بهتون میده و جوابتون رو میگیرین، و اگر نه یه نظر نیازی بکنین، چون براتون دارم ببینم که اتفاق میفته. دوستان که تو رابطه احساسی 4 وعده است که بینتون رابطتون به هم خورده، یا 4 بینتون عدد 4 فاصله دارم ببینم، میای به 4 وعده ارتباطی قلبی، دو تا قلبی که دوباره به هم میچسبین، یا 4 وعده است که با هم دیگه بینتون فاصله افتاده، یا تا 4 وعده حد اکثر طول میکشه، همدیگر رو دوست دارین، دو تا قلب روشن، یه عدد 4 که راهی که براتون باز میشه، این رابطه کات و قهر نمیدونین، همدیگر رو دوست دارین و جواب میگیرین. دوستانی که میخواین توی زمینه قدم بردارین ولی سر یک دوراهی گیر کردین و نمیدونین چیکار باید بکنین، پیرامون یک سقف، خونتون رو میخواین عوض کنین، کارتون رو میخواین عوض کنین، به یک جایی توی یک شهر دیگه مهاجرت بکنین، سقفتون میخواد تغییر کنه، یا میخواین دو شغله بشین، سقف کاریتون میخواد یه سقف دیگه بدون تعلق بگیره، هرچند الان توی یک تردید و دودلی دارم براتون میرم، از این تردید و دودلی به زودی بیرون میای و سقفی که بهش ورود میکنین سقف بسیار روشنی رو براتون دارم میبینم. دوستانی که قصدنیت شراکت با شخصی رو دارین، شراکتی که دارم براتون میرم، راهی که قجب و مشکل دارم براتون میبینم، ولی شراکتی که براتون نفع داره، سختی که اولش با یه سری مشکلات دارم براتون میبینم، ولی سختی که براتون نفع داره، بود داره، پول داره، مال داره، یکی از طرف این شراکتم آقا دارم میبینم، حالا با یک آقا، یا آقایی داره پول سرمایه گذاری از آقای خانمی داره کاری انجام میده، یا هر دو آقا هستین، یا یکی از طرف این رو آقا دارم میبینم، یکی از طرف این آقای قدرتمندیه. پیرامون یک سند، یک مهر، آقایی که برای شما سندی رو میزنه، یا آقایی که براتون یک چیزی رو مهر میکنه، تاییدیه رو از یه آقایی شما میگیرین، حالا مهری که برای کارتون ممکنه بخوره، مهری که برای استخدامتون هستش، مهری که برای ازدواجتونه، مهر برای خرید وسیله نقلیه است، خرید خون است، خرید هر چه کس روشن، و توی این مهر روشن آقایی دخیله، یا خرید و فروشی که آقا یک سندی رو آقایی به نامتون میزنه، اگه چشم انتظار یک امضا یا یک سند قانونی هستی، توسط آقایی براتون انجام میشه، یا برای آقایون این سند رخ میده. خب دوستانی که نیتتون خروج آقایی از دل زندگیتون هستش، ببینید آقایی از زندگیتون میره بیرون و ببینید یه آقایی که خانمی روی سرش دارم میبینم، متوجه میشین شخصی که بهتون داره خیانت میکنه، از زندگی پوچش میکنین آقایی رو، از زندگیتون پوچ میکنه آقایی که تقریبا شاید میان سال باشه، به واسطه این که میبینین متوجه میشین خانمی روی سرش قرار گرفته، آقایی که با دلخوری و ناراحتی دایره زندگی شما رو ترک میکنه، میره بیرون، ولی همچنان با اون شخصی که روی سرش قرار داره ارتباطش رو قطع میکنه، با شما رابطه، شما حذفش میکنی، ایشون هم پشت به شما میکنه میره، ولی اون شخصی که به زندگیش پا گذاشته یا رو سرش الان جا داره همچنان جا خواهد داشت. پس نگاه کنی ارتباطش رو با شخص سوم قطع نمیکنه، شما رو حذف میکنه، مواظب باشه. خب کبوتری که براتون پیرامون یک مهر و ازدواج خبر میاره، اگر خواستگاری رفتین و منتظر هستین طرف مقابلتون بله رو بگه، بله که گرفته میشه، مهری که خورده میشه، یا خانم ها پیرامون ازدواج، شخصی بهتون برای خواستگاری اومده، منتظر خبر از طرف شخص مقابلتون هستین که ببین زنگ بزنن برای ادامه مسیر و ازدواج، این زنگ و تماس خورده میشه، این خبر به گوشتون میرسه، پس این خبر هم برای آقایون میتونه صدق کنه، هم برای خانم ها، منتظر هستین. خب دوستانی که کوله رو بستین راهی هستین، البته مسافر دارم ببینم، اگر چشم انتظار یک مسافر هستین، کسی که داره به سمتتون میاد، من دارم شخصی رو میدم، آقای یا خانمی که با کوله به پشتش داره به سمتتون میاد، اما قلبش شکسته، با کسی قهر بودین،
سفرکرده‌ای داشتین که از دستتون رنجیده خاطر بوده، یا شما ناراحتش کردین یا ایشون شما را ناراحت کرده بوده، هر چه بوده داره این سفرکردتون به سمتتون میاد و آشتی دیدار ملاقات رو براتون دارم میبینم. خب تو زمینه به حالا ورزشه، ولی حالا چه ورزشی داریم میکنی؟ خیلی تحرک خیلی فراوانی رو براتون دارم ببینم. حالا یا بودو بودوی زیادی داره مثلا فوتبالی والیبالی نمیدونم هر چه هستش، بودو بودوی فراوانی رو دارم براتون ببینم. اگه تو زمینه ورزشی داری فعالیت میکنی دارم براتون ببینم که به موفقیت های چشمگیری میرسین، یعنی براتون تو هم با موفقیت ممکنه حتی این بشه یه راه نون کسب و کارتون بشه، پس ادامهش بدین لطفا. روشن و مصفر دارم براتون ببینم. خب و پیرامون یک مسئله ای که براتون، یک ازدواجی که براتون همیشه جای سوال بوده، چرا شکل نمیگیره، چرا انجام نمیشه، یا چرا به سمتتون کسی نمیاد. حالا میتونه کسایی باشن، دوستانی باشن که یا خواستگاری میرن جواب نمیگیرن، یا خواستگار میاد ولی ازدواجی سر نمیگیره. باید بگم به زودی از این وضعیت خلاصی و رهایی دارم، به زودی آب و جارو میکنی و حالا آقا یا خانمی که ارتباطی که شکل میگیره، ازدواجی که سر میگیره و توی این راه و مسیری که قرار میگیرین، سوالتون جواب سوالتون رو میگیرین. علامت سوالی که همیشه براتون بوده پیرامون ازدواج و حرقه و ازدواج عقب افتادی یا ازدواجی که سر نمیگیره، بالاخره جوابش بدم متوجهش میشین، راه براتون مشخص میشه، علتش رو متوجه میشین، چرا ازدواج نمیکردین و ازدواجی که سر میگیره. نگران نباش. خب دوستانی که منتظر هستین، ببین خانم آقایونی که قهر کردین، پشت به هم دیگه کردین، من آقایی رو بسیار مثبت و روشن دارم میبینم، خانمی که خیلی غمگین ناراحت پشت بهتون کرده، آقایی هم که دلخور و ناراحت، ولی اگه منتظر هستین که آقایی به سمتتون برگرده، آقایی که جلو راهش رو تیره میبینم، نمیره، بر نمیگرده، پشت نمیکنه بهتون، بر میگرده، دوستتون داره و به سمتتون حرکت میکنه، راه احساسی که براتون دوباره شکل خواهد گرفت. خب و آقایونی رو دارم ببینم که آقایونی که یک گذشته ای دارین، حالا گذشته احساسی، حالا همسرتون از دست دادین یا جدا شده هستین، یه راه احساسی داره براتون باز میشه، یه راه احساسی، ازدواج با گشایش، انگار اصلا بسته بوده، راه دلتون بسته بوده، یا دلتون نمیخواسته دیگه با کسی رابطه ای رو شکل بدین، یا نمیخواستین با کسی دیگه ازدواج بکنی، ولی این کلیدی که تیره بوده یا بسته بوده روشن میشه، گشایشی که تو مسئله احساسیتون رخ میده، دوباره دلتون راضی میشه به اینکه با یه نفر ازدواج رو انجام بده و یک تشکیل یک زندگی رو بدین. برای یه فرزندی رو دارم براتون بلا تکلیف میبرم. دوستانی که حالا تو راه دادگاه قانونی دارین طی میکنین، پیرامون وضعیت تعیین تکلیف بچه‌تون، وضعیت بچه‌تون مشخص بشه، فرزندی رو که دارم ببینم که به سمت مادر، پشت به پدر رو به مادر دارم ببینم، فرزند کوچیک دارم ببینم، حالا طفلتون هستش، بچه‌ای رو دارین، هر چه هستش، فرزندی که به سمت مادر دارن، تمایلش به سمت مادر بیشتر هستش، رغبت به سمت مادر یا حکم به نفع مادر صادر میشه، بچه به سمت مادر میره. خب از یک سقفی مالی هم داره به دستتون میرسه، اگر ارث مهر، شاید سهمتون از یک زندگی دارین جدا میشین، مهرتون رو دارین میگیره، یا ارثی از یک سقف دارین، سقف روشن، یعنی یه پول حلالی قراره بهتون برسه، پول روشن، مالی هم که به دستتون میرسه، از یک سقف پولی که به دستتون میرسه، مهرتونه یا ارثیه‌ای که قراره بهتون برسه، به زودی وضعیتش مشخص میشه. اگه تو الان هم نبوده یا مشکل داشته، وضعیتش مشخص میشه. دوستانی که بینتون کاتیه یا جر و بحثی بین دو نفر رخ داده یا هرچستیش که الان طوفانیه، حالا تو خونه ای، تو رابطه ای، الان اوضاع احوال میزون نیست، طوفان برپا شده، در یه ذر ممکن یه جر و بحثی بینتون رخ داده باشه، از این طوفان برطرف میشه، مقطعیه، نگران نباشید، ارتباطتون دوباره شکل میگیره، مقطعیه، بگو مگو، جر و بحث مقطعی دارم براتون میبینم. و امیدوارم که جواب نیتاتون رو حداقل تعدادی از دوستان گرفته باشی. دوستانی که یک زندگی، حالا یک زندگی روزمره رو دارین و از این وضعیت خسته شدی، میخوای ببینی آیا مسیر زندگیتون تغییر میکنه، آیا گشایش تو کارتون میشه، آیا از این وضعیتی که الان دارین
که همینجور سر به گریبان هستین یا یه زندگی روتین روزمره صبح و شب بکنم شب و روز بکنم یه دلخوشی ندارین یا هر چه که اسمشو میشه گذاشت دارین، راهی که براتون باز میشه فلش به سمت مثبت و روشن و ببینین فلش به سمت دقیقاً دو تا فلش مثبت و روشن. بله الان توی شرایط شاید خوبی نباشین یا توی شرایطی هستین که اصلا از وضعیتی که الان داری اصلا راضی نیستین خانم ها و آقایون، اما راه براتون باز میشه، فلش روی فلش مثبت و روشن دارم براتون ببینم، وضعیتتون روشن میشه و از این وضعیت نابسامان و بلا تکلیفی و سردرگمی و احساس عدم آرامش یا هر چه که اسمشو میذارین الان دارین، خلاصی و رهایی رو دارم براتون میبینم. انشالله که همیشه در حالت آرامش باشین، همیشه در وضعیت صحت و سلامت باشین و مشکلاتتون حل بشه. پیرامون یه صف هم دارم میبینم، خانمی که یه قدر خانم های نازنین حواستون به خودتون باشه، توی زیر صفی دارین زندگی میکنین، بحث و بگو مگو دارم براتون میبینم، صفی که شکسته نمیشه، جدایی رخ نمیشه، ولی یه قدری به آرامش برسین خودتون رو. خانم و آقایون هر دو و هر دوتون توصیه میکنم. ببینید خانمی که حتی ممکنه به خاطر فکر پریشانی که دارین به جا بخوابین، زیر سقفی که احساس آرامش نمیکنین، جر و بحث و دعوا مگو بگو مگو دارم ببینم بینتون، جدایی ندارین ولی سقفتون شکسته نمیشه، ولی دائما داری با هم بحث و بگو مگو داری میکنین، یکی از طرفین نامش باید حالا حمید. ببینین هی و میم و داله که مطمئنم تو اسم نام یا نام خانوادگی باید داشته باشه، حالا آقا یا خانمی که بیشتر آقایون رو دارم میگم، هی و میم و داله که مطمئنم داره مثل حمید، حالا شاید این سه حروف باید توی نام یا نام خانوادگی باشه، آقایی که دارم میبینم بیشتر کدری یا عصبانیت یا ناآرامی رو از طرف این آقا دارم میبینم. خانمی که بیش از اندازه دیگه فکرتو درگیر کردی، حتی ممکنه برات کسلت روحی ببینم، به جا خوابیدن رو هم ممکنه داشته باشی، یعنی استرس و فشاری که بهت هست، و دوستانی که چتر حمایت کسی روتون بسته شده، کسی شما رو از نظر احساسی یا مالی حمایتتون میکرد، چتر رو براتون بسته دارم ببینم، اما شخصی که داره میاد و حمایتش رو دوباره آغاز میکنه، یا همون شخصی داره میاد دوباره حمایتش رو آغاز میکنه، آقا داره میاد براتون مثل حالا ممکنه یه دوست باشه، کاری باشه، احساسی باشه، هر چه هست، چه که بسته شده، آقایی که داره به زندگیتون ورود میکنه یا همون آقا هستن یا شخص جدیدی که به زندگیتون ورود میکنه و دوباره شما رو مورد حمایت قرار میده، حالا کاری، مالی، احساسی، هر آنچه که هست براتون دارم ببینم، و تو دل زندگیتون به زودی خبر به گوشتون میرسه که شما یک موفقیتی نصیبتون شده، یا شما یا یکی از اعضایی که در دل زندگی شما تلاشی کرده و جوابش به زودی میاد، نتیجه تلاشش رو دارم میبینم، موفقیتی که خبرش به گوشتون میرسه یا خودتونی یا یکی از اعضای خانوادگیتون. یه سقف کاری هم داره براتون عوض میشه و توش داره پول میاد، و پولی هم که داره به دستتون میرسه یه عددی یک به تعدادی صفر رو دارم براتون میبینم، حالا مبلغ پولی به عددی یک به صفره یا یه مبلغ پولی روی پولتون اضافه میشه، شغلتون عوض میشه، کارتون عوض میشه و یه عدد، حالا یه مبلغ پولی، یک مبلغ پولی به پولتون اضافه میشه، یه مبلغ پولی زیر مجموعه یک با تعدادی صفر به پولهای یا حقوقتون اضافه میشه. و دیگه یه شخصی هم که روی سقف زندگیتون الان لونه کرده، شخص سومی که به زندگیتون ورود کرده دارم میبینم، شخصی هستش که ببینیم دستش رو دراز کرده به سمت زندگیتون و داره به حریم خصوصیتون دست درازی داره میکنه، آقای خانمی که به زندگیتون داره ورود کرده، یعنی الان قشنگ روی سقف زندگیتون الان دارم ایشون رو میبینم، آقا یا خانمی که به زندگیتون ورود کرده، باید بگم که بهتره که ایشون رو از زندگیتون خارج کنین، چون شخصیه که زندگیتون رو به مخاطره میندازه یا زندگیتون رو براتون ایجاد دردسر و مشکل میکنه، این شخص بهتره که از زندگیتون بره بیرون. ببینید ریشه‌ای که مثل میخوره به یه دور از جون شخص یا آقا یا خانمی که به زندگی کسی ورود کرده، خونتون رو تو شیشه میکنه یا خون کاری میکنه که وضعیت زندگیتون طوری بشه که کل خانوادهتون خونشون رو تو شیشه بکنن. حالا من نمیخوام بگم چی دارم میبینم، ولی چیزی که عذاب‌آور خواهد بود براتون. و اگر توی زندگیتون یا
ازدواجی میکنین که توی یک زندگی احساس آرامش میکنین، یعنی توی خونه که احساس میکنین، یه خونه دینج و کوچیکه حتی اگر باشم ولی احساس آرامش میکنین، یه دور هم کانون گرمی داریم برای تعداد دوستان دارم ببینم که کنار هم دیگه احساس آرامش میکنین، یا میتونه این دوستر نباشه، یه لنگر باشه، اگر تلاطمی توی زندگیتون هست یا تو محیط کارتون ناآرامی هست، زندگیتون یا محیط کارتون انشالله که به زودی به آرامش میرسه، یه اون بالا و پایین ها تمام میشه، یه حکم دادگاه هم که به نفعتون صادر میشه، منتظر اگه رأی دادگاه هستی حکم مثبت و روشن که به نفعتون به زودی صادر میشه. با آرزوی بهترین ها برای شما نازنینان، با این امید که انشالله جواب نیتاتون گرفته بشین، با اتون خداحافظی میکنم تا دیداری بعد. خدا نگهدار. پادکده آرزو.